درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم به همراه دوست گرامی شهرام آریان در یکی دیگر از برنامه های یا سلسله گفتارهای دلایل ماندگاری اسلام در ایران، این بار بخش چهار در خدمت شما هستیم. در سه بخش نخست به برخی از زوایای چرایی ماندگاری اسلام در ایران پرداختیم. پیش از اون یه سری سلسله گفتارهایی داشتیم درباره جستار چگونگی در حقیقت پیروزی اسلام بر ایران از دید نظامی و تصرف ایران در پایان دوره ساسانیان. خب اون فکر میکنم با دلایل استواری تونستیم تا اندازه توضیح بدیم که چرا این گونه شد. حالا پدیده ایست که رخ داده، چرا ماندگار شد. سه نشست نخست رو اگر ندیدی توصیه میکنم، سفارش میکنم به همیهنان که اون ستای نخست رو از روی کانال یوتیوب جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی ببینید و بعد به این بخش چهارم برسید. شرم جان، برای گشایش گفتار امروز من در این اندیشم که اگر به هر دلیلی که البته مجموعه دلایلش روشن و آشکاره، میشه اینا رو کنارم گذاشت و تا اندازه هم بهش پرداختیم، کوشش های ایرانیان برای رها شدن از اسلام در صده های آغازین هجری به نتیجه نرسید و اسلام ماندگار شد در ایران، امروز که به گونه ما دنباله همون کشاکش رو داریم میان ایران و اسلام در سرزمین خودمون، چرا فکر میکنیم که میتونیم به موفقیت برسیم؟ یعنی چه تضمینی هست که همون عوامل و پدیده هایی که باعث شکست ما شد امروز هم باعث شکست ما نشه؟ آیا راهکاری هست که با پرهیز از آنچه که تجربه کردیم در گذشته و آنچه که حالا با بهره‌گیری از آنچه که آموختیم بتوانیم از برای برون رفت از این بنبست تاریخی که گرفتار شدیم و مرتب مشغول پنجه کشیدن به در و دیواریم برای رهایی ازش به فرمول یا نسخه‌ای برسیم؟ با درود. نه آره، میشه اینطور هم نیستش که هیچ کی حالا از پسش بر نیومده. ما نمونه اسپانیا رو داریم که این کل نابودش کردن، انداختنش بیرون. در جنوب ایتالیا هم بود، کلا نابودش کردن، انداختنش بیرون. پس شکست ناپذیر نیست. نه شکست ناپذیر که اصلا نیست. در حقیقت خود ما هم تا یه 70% کمرش تو ایران خرد کرده بودیم با صفویه. اتفاقی که فقط افتاد این بود که بعد از صفویه که ما اون نسخه شیعهش رو سر کار گذاشتیم، کسایی که این کار داشتن میکردن تا ته نیندیشته بودن که چی کارش دقیقا میخوان بکنن، که این نسخه شیعه رو چجوری بپیچن که دیگه ارتباطی اصلا به اسلام نداشته باشه. اشتباهات بنیادی اونجا شد، رفتن این آخوندهای کلاسیک رو برداشتن آوردن از کشورهای عربی، بعد اونام دوباره همون سیستم قبلی رو آمیختش کردن. هر چقدر اون مدل افکار ایرانی هم توش رفته بود، باز آخر یه سموماتی توش موند که این بعد از 400 سال خودش اومد تو انقلاب دوباره نشون داد. یعنی خود ما هم به عنوان کسی که نه اصلا پشت جبهه‌ای داشت که بهش کمک کنه، چون مال اسپانیا و جنوب ایتالیا که اون میلیون های مسیحی پشت جبهه بودن بهش کمک میکردن، درسته، مال خود ما هم که هیچکی نبود دیگه به دادمون برسه، خودمون از داخل خودمون زدیم متلاشیش کردیم در حقیقت به وسیله صفویه، ولی کانسپتی درست نداشتیم که چه کجا میخوایم بریم. بنیادش موند و بعد همون سمومات قبلی و اتفاقات. و الان دیگه خب الان آدم کم کم دیگه بینه چیستی که آقا دستش که خسته شدیم، مثل این که رفورمشون هم درست نمیشه کرد، نمونه صفویه هم احساس میکنیم کار نکرد، بنابراین دیگه میخوایم در حقیقت عذرشو بخوایم. درسته. و اینه که الان این اواخر هم دیگه از هر جا در زمینهای روشنفکری درون بیرون کشور همه دارن در مورد اکسیون های مثل نمیدونم باز پس فرستادن قرآن به سفارت عربستان سعودی یا اینا که آقا دستون درد نکنه، خیلی لطف زیادی کردید، ما خیلی ازش بهره برداری کردیم، الان دیگه لازم نداریم. یه همچین در حقیقت
اکشن های روکر طنزآمیزی میگن آقا دیگه مثل اینکه ما همه جورشو آزمایش کردیم اینو که رفرمش کنیم وقتی ازش شکست خوردیم و اینا نشد الان دیگه میخوایم عذرشو بخوایم. ولی اونجا بازم این پرسش پیش میاد که چرا همون زمان ها همون 300 سال اول که میخواستیم همون موقع میخواستیم عذرشو بخوایم این نشد و بعد ادامه پیدا کرد و کلا چرا اینقدر جون سخته هر جا هم که میره جون سخته. در جنوب ایتالیا و در داخل اسپانیا هم اینطور نبود که با هزینه های میانگین مشکل حل بشه. این مسئله جون سخت بودنش رو و اینکه پس از اینه که بیرونش کردی یا چگونه میخوای جلوگیری کنی از بازگشتنش و اینها، اینو تا حالا تو ایران تئوریزش نکردن. درست. دلیل شکستاشون هم اون زمان احتمالا همین بود. البته نمیشه از اونا که 1100 سال پیش میزیستن مثلا زمان بابک خرمدین یا استاد سیسن انتظار داشت که با تئوریای جامعه شناختی مدرن اون مثلا تئوریزه میکردن. درست. و یه برخلاف مسیحیای اسپانیا و ایتالیا هم یه ابزار ایدئولوژیکی مثل آیین مسیح هم دستشون نبود که با اون ایدئولوژی بر مراجع این ایدئولوژی بزنن نابودش کنن. درست. چون آیین زرتشت اصلا دستگاه ایدئولوژیک نبود که شما بخواید با اون چماق ایدئولوژیک ازش بهره برداری بکنید. یه سری کم و کاستی ها در دستشون بود، کم بود بررسی هم داشتن، آخر اونی شد که شد. شهرام جان، این نکته که گفتی و دوست دارم که در طول این گفتگو بهش بیشتر باز هر وقت فرصت شد سری بزنیم، مسئله نبود ایدئولوژی یا جهان نگری در رویارویی با اسلام ما تقریبا توی حرکت‌های ایرانی نمی‌بینیم. یعنی همه خودآگاهشون بر این انگار توافق داشتن که بدون ایدئولوژی نمی‌شود به سراغش رفت و باش نبرد کرد. به هر حال می‌دونیم بابک خرمدین، فرقه خرمدینه، به هر حال احتمالاً یک شاخه‌ای از جنبش مزدکی است که حالا آمیختگی‌های هم ممکنه با جریانات دیگه داشته. اونایی که در خراسان بزرگ قیام کردن، قیام ها همه رنگ و بوی دینی داشت، مثل استاد سیس و المغنا. بهافرید همین گونه در خراسان حالت ایدئولوژیک داشت، شعوبیه یه ایدئولوژی ارائه میکردن هرچند دینی نبود ولی به هر حال به طور مشخص در رویاروی مستقیم با خود اسلام بود. و هر جریانی که بلند شد این ویژگی رو داشت، حتی خود فردوسی به عنوان شاید آخرین کسی که از نهضت شعوبیه عملا باقی موند و کار آنچنانی انجام داد، میبینید که ما رو عملا با یک ایدئولوژی خیلی نیرومند داره در برابر اسلام میستونه. ولی حالا تک و توکی چهره های دانشمند مثل خیام یا رازی فارغ از ایدئولوژی باش روی یا روی کردن، اونم احتمالا به خاطر اینکه تک فرد یعنی تک شخص بودن و کار جمعی نمی کردن. امروز هم به نظر من ما همون ویژگی رو به نوعی داریم، یعنی فقط اگه بخش یعنی بحث سلبی باشه احتمالا ما رو به جایی نمیرسونه. باید با بحث ایجابی، با یک جایگزین نیرومندی یا ایجاد یک فضای متفاوتی که بتونه در حقیقت یک دیسکورس یا با یک دیسکورس متفاوت سراغش رفت. این رو امروز هم خودت یک بایستگی میدونی توی کوشش هایی که در رویارویی با اسلام در ایران میشه یا نه؟ آره، بدون اون نمیشه. ببین اون زمان اون جنبش های اولیه که نام بردی، مراجعیناشون، سرزبون ترینشون به هافرید، استاد سیز، خرمدینان، اونا درکی از اسلام داشتن که چجوری کار میکنه. یه درک این بود که فقط کارکردش رو میدیدن، و میدیدن که کارکردش تخریبیه و میتونستن تو حالتهای لایه‌های میانه هم توصیفش کنن. مثلا تو خود بندهش، توی پیش درآمدش، نویسنده نوشته که خیلی جالب بود برای من دانشجوی وقتی میخوندم، که توش دقیقا نوشته میگه کاری که اسلام میکنه اینه که از ذهن مردم اول از هر چیز اندیشه منطقی رو میزدایه. این خودش خیلی شگفت آوره که یک نویسنده 1100 سال پیش، با اینکه از جامعه شناسی مدرن و فلسفه مدرن بهره مند نبوده، ولی اینا رو به دقت میدید، اون اندیشمندان بخش زرتشتی بودن. درست. که چی میگفت؟ میگفتش که
که از چیمسخوانی واژه فنیشون بوده برای لاجیک، برای منطق. که چیمسخوانی و اندیشه کلن آزرمومند، یعنی اینکه respectful، پر از احترام به انسان‌های دیگر، این رو میشوه میبره. آدمی که میمونه یه آدم کاملا بی‌شرم و غیر منطقیه. درسته. خیلی شگفت‌آور، اینو توی پیش درآمد توصیف میکنه. یعنی کارکردش رو میدیدن که یه مدل آدم به هم ریخته، آشفته، غارتگر، آزمند، پررو یا آمیزه از پررو و بیشرم از توش میاد بیرون، دروغگو، و بعد این مثل همون آمیبه زنده زنده میخوردت. وقتی که میلیونی اینا به هم پیوسته بشن، این مدل آدم، اینو میدیدن که چجوری کار میکنه، ولی نمیدونستن که خب پادزهرش چیست. ما الان در سطح کشور به خودش یارو میگفتش که ما از کجا میلیون ها نفر آدم علیه این موبیلایز کنیم. درست. چون اینا ارتش های کلاسیک ما رو که شکست دادن تو اول کار، ارتش ساسانی رو، اون ارتش کلاسیک مرکزی دولتی دیگه وجود نداره که توشون بیسته. درست. خب اونو که از بین بردن، اومدن تو در سطح کشور مثل آمی پخش شدن، همه جا سلول زدن و همه با هم دیگه در ارتباطن و همشون هم این سیستم مافیایی رو با هم میخوان نگه دارن. من برای نشست آینده یه سری نمودارهای آماده خواهم کرد که این مطلب رو خیلی بهتر میرسونه که چجوری کار میکنه، و اونو اینتویتیو میدیدن که چجوری کار میکنه و میگفته خب الان ما چیکارش بکنیم. الان در سطح کشور الان 2-3 میلیون از این آدم خورا پخشن. اون موقع شاید ایران 20 میلیون جمعیت داشت، تو ایران بزرگ یعنی از ازبکستان و ترکمنستان گرفته تا میونه عراق و از این ور از پاکستان تا وسط ترکیه، یه 20-22 میلیون نفر شاید جمعیت داشت. مسلمونا در سطح اینجا خودشون که اول حمله کرده بودن از کشورهای عربی، باهاشون 1 میلیون آدم آورده بودن و با لاتولوتا که داخل ایران پیدا کرده بودن همکاری میکردن. بعدن مثلا تو اون 200 سال اول شد به 2-3 میلیون رسیده بودن. بله. و بقیه هنوز جزیه میدادن، نمیخواستن مسلمان بشن تا دست کم میونه سده سوم هجری. ولی خب اینا میدیدن که ما حریف این 2 میلیون و نیم آدم خور چجوری بشیم. چون ما بقیه 18 میلیون که داریم به وسیله اینا مکیده میشیم و هر روز کتک میخوریم و از ما جزیه میگیرن، ما اون همبستگی هدفمند رو نداریم که هر کسی صداش درآمد بریم سرشو ببریم. اینا موفق شدن یه ایدئولوژی دارن که در اینها اینو پرید آورده که هر کسی هر جا صداش در میاد برای مقاومت به حق از کشور خودش، از فرهنگ خودش، اینها صدها هزار نفر بسیج میشن که برن سرشو بکشن، ببرن به بچهش تجاوز کنن. درست. و این گیج کرده بود افرادو که با یه همچین آمیبی چیکار باید اصلا کرد. و حس میکردن که از اون چیزی که از بازمانده جهان نگری قدیمی مونده باید به اون استناد کنن و با یه ضد ایدئولوژی در سطح عمومی علیهش برخیزن. قیامای بهافرید، استاد تیز خارمدین، همشون این حالتو داشتن. میدونستن که دیگه تک نفری که اصلا فایده نداره، یا گروه های کوچیک یا اینا، اینو باید توی جنبش اجتماعی و با یه ضد ایدئولوژی، با یه پاد ایدئولوژی باید جلوش بیستی. راهی هم که پیدا کرده بودن اینتویتیو راه درست بود، فقط از نظر علمی تا آخر روش کار نشده بود. گذشته از اینکه خود انجام کارم سخت بود، خود فقط اینی که شما این راه حل رو پیدا کنی یه مطلب پیاده کردنش یه چیز دیگه است، اونم توی دوران 1100 سال پیش که هیچ به دادت نمیرسید از اینجا. درسته. توی جهان الان مدرن که ما دیگه رسیدیم و همه اینا رو علمی دانشگرانه بررسی کردیم، دیگه بعد راهی رو که اونا اینتویتیولی حس کرده بودن، مسیحیان با همون راه اینا رو انداختن بیرون، اینو باید به شیوه منطقی دیگه تا تهش رفت. ببین این سیستم آمیب اسلام عرض کردم در سطح کشور میره افراد کمهوش و سادیست رو پیدا میکنه. حالا نسبت به ژنتیک جامعه میتونه مثلا 7-8% جامعه باشه، میتونه 15% باشه، در برخی جوامع شاید تا 20%، ما نمیدونم. در ایران ولی من برآورد نمیکنم بیشتر از 10% باشه. آها. بد نیست، میشه 7 میلیون آدم خور. درست. اینا رو میگیره و اون سافت ور ویژه خودش رو مغز اینا نصب میکنه، اون سافت ور مافیایی رو که آقا ما با هم دیگه اینجا رو میخوریم، یه کسی در آسمون‌ها به نام الله این حقا به ما داده که ما افراد رو بکشیم، بزنن بچه‌شون تجاوز کنیم، بخوریم، بمکیم، تقسیم کنیم، غنیمت کنیم،
و این کار اصلا کار درستیه و به مجردی که این کار میکنیم با ایشون تماس هم میگیریم و اون پاداش های فراتر هم تازه در انتظار میذاره. برای این آدم های کمهوش و سادیس این دیگه از این بهتر اصلا نمیشه. شانان جان این نکته که گفتی خیلی جالبه، برای که ما یک روند خیلی پیوسته رو درش میبینیم. این که اون 10%، حالا یکم بیشتر کمتر رو در آنچی که به اصطلاح لطف و نعمت چیرگی بر جامعه هست شریک بکنید. هنگامی که ابو سفیان میره به دیدار پیامبر اسلام در نزدیکی مکه، اون سال دهم هجرت که مسلمانان نزدیک مکه آمده بودن و بعد وارد مکه میشن، عملا مکه رو میگیرن، ابو سفیان اونجا به هر حال میبینه که امکاناتی هست و میتواند که به توافقی برسه با پیامبر اسلام، مسلمون میشه، حالا به هر حال امتیازایی میگیره، از جمله امتیاز مالی خیلی بزرگی میگیره که فکر کنم بخشش یک مراتب زمین های خیلی مهمی بوده به ابو سفیان. امکانات مالی ویژه یو پیامبر اسلام بهش میده و بعد وقتی که ابو سفیان میره از پیامبر اسلام میپرسن چرا این کار کردی؟ میگه خواستم که اسلام به کام شیرین بشه. امروز هم ما تو 40 سال گذشته در جمهوری اسلامی دیدیم شما وقتی که وارد گنگ میشی، وارد دایره خودی ها میشی، حالا از هر جای ایران باشی، از هر پیش زمینه، از هر خانواده ای فرق نمی کنه، وقتی وارد میشی حتما شما رو سهیم میکنن در بخشی از آنچه که دارن غارت میکنن. هم به کام شما بودن با جمهوری اسلامی شیرین میشه و هم اینکه خودتون میشین شریک دزد و رفیق قافله، و چون شریک دزد هستید طبیعتا در نگهداریش هم کوشا میشه، یعنی هر کسی رو به نوعی نمکگیر میکنن. هیچ کسی به خاطر همینجوری خشک و خالی و به خاطر خدا اونجا حضور نداره و با این در حقیقت نشون میدن که عملا اگر شما بخشی از این دایره خودی ها باشی یا بیاین تو این حوزه 12% شما از مزایای بهره مند میشین که هیچگاه بقیه ملت نمیشه. جالبه که دقیقاً این مشاهده پیوسته است. موضوع کیفیت مافیاییشه، وگرنه آدم میتونه بگه که خب مثلا اسکندر مقدونی هم که اومده ایران رو مثلا گرفته، خب اونم همونه دیگه، این سرلشکراشو با خودش آورده، مثلا به سلوکوس میگه تو اون بخشو بگیر، به تولمایوس میگه تو اونو بگیر، به آنتیگونوس میگه تو اونو بگیر، و اینا شروع میکنن غنایمو تقسیم کردن. خب اونم همون میشه جهان اسلام دیگه. پس بنابراین این یه چیز همیشگی و از این حرفا نه. اسکندر مقدونی با فکر اون استعمار مدل یونانی، حالا اونو درک میکردن، ما از استعمار مدل ایرانی هم میتونیم صحبت کنیم، اون مال خوش داشتن. این یه فکر، این نداشت که بره اونجا بشینه مثل آمیب فقط بخوره و اینا. در تفکر خودشون اومده بودن و شهرهایی هم تأسیس کرده بودن، از دید خودشون میخواستن تمدن یونانی رو جهانگیر کنن به وسیله جهانگیر کردنش از دید خودشون. بعدن تو ایران موفق نشدن چون متوجه شدن که سیستم هخامنشی تو تولید به خودشون هم برتر بود، داستانش درازه. میخواستن سطح تولید رو ببرن بالا به سیستم همون تمدن هلنی و بعد از بالا رفتن سطح تمدن جهانی برداشت کنن. یه چیز دیگه است تا اینکه ما بریم مثل مافیا شروع کنیم بخوردن و تجاوز کردن. همه جهانگیرا وقتی میخوان یه جوری بگیرن، خب اون فرمانده لشکری که به خوش میاره میگه آقا من تو رو به مقام مهتری برمیکشم، ولی به چه هدفی؟ اون هدف اون موقع اونجا دیگه فرق موضوع 10% و 20% اینا نیست، ما از فرق اون موقع 98% داریم حرف میزنیم که میگه ما سطح تمدن جهانی رو میخوایم ببریم بالا، از سطح بالاتر رفته برداشت کنیم واسه خودمون اون پیروز، یا اینکه میخوایم فقط بخوریم و تجاوز کنیم. اون حالت در حقیقت حیوانی یا شبه حیوانی، مدل حیوانی و شبه حیوانیش که من نام آمیب روش گذاشتم، اون توی مافیاست که بازمانده از خود اسلام جنوب ایتالیا و در اسلامه. این کیفیتی که ما میخواییم بگیریم واسه چه هدفی، یه فرق کوچیک نیست، یه فرق بزرگ ماهیتی، ماهوی سرشتی، اصلا سفید و سیاه، صفر و صد، اصلا یک شکاف عبورناپذیر میونش هست که ما واسه چه هدفی اصلا میخواییم بگیریم. بنابراین وقتی اسکندر مقدونی هم میاد، افرادی که بهشون اپل میکنه، سربازگیری میکنه، 10% کمهوشا و نئاندرتالا و آدم خارای قوم مقدونی نیستن، اتفاقا باهوشا هستن فرمانده لشکراش. درسته، باهوشا فرمانده لشکراشن، یه خورده کمتر باهوشا سرهنگا و سرگرداشن، حالا به درجاتی که اون زمان داشتن ما حوصله همینا رو الان سر نمیبریم با درجات نظامی دوران مقدونی.
میاد پایین تا همون فالانکس معمولیشون که سرباز پیادهشون بود که آدم معمولیشون بود. اتفاقا کمهوشا و سادیستا رو میذاش خونه. چون من میگم که توی ارتش مدرن برای اون زمان مدرن ترین ارتش زمان خودش بود که بهترین ارتش از پدرش فیلیپ براش مونده بود، اونم یه خورده بهینه سازیش کرده بود ولی اصولش همون پدرش فیلیپ ایجاد کرده بود که یک دگرسازی بسیار مدرنی بود تو به کار بردن فالانکس های یونانی با سوار نظام مدل مقدونی که یک گیرایه مثل ناپلئون زمان خودش بود. حقیقت این کارش نبود که بیاد با کموشا و سادیستا بیفتن بزنه بچه مردم تجاوز کنن، این میخواست با یه ارتش مکانیکی جهان رو فتح کنه و واسه همینم مثلا از باهوشترین بخشای قوم خودش استفاده میکرد. وقتی هم میگرفتن کارشون تجاوز جنسی فقط به بچه دهاتی نبود، بلکه میخواستن سطح تولید رو از دید خودشون ببرن بالا، برداشت کنن. بله. ارتش مثلا ایران کلاسیک هم وقتی اون یه جاره میگرفت، هخامنشی ساسانی، هدفش این بود. حالا یه فرقای ایدئولوژیک با اسکندر داشت، هر کدوم استعمار خودشون رو یه خورده جورای دیگری توجیه میکردن، البته مخرج مشترکش بالا بود. هر جفتشون میگفتن که من یه جور در حقیقت way of life خودم، مثل American way of life هست. بله. در حقیقت یونانی ها میگفتن ما در حقیقت یه جور way of life هلنیستی رو میخواییم پخش کنیم، ایرانی ها ما میگفتن یه جور way of life آریایی رو میخواییم پخش کنیم، در حقیقت همه جا ایران شهری بشه. بله. اتفاقا اقوام هندو اروپایی هم شیوه استعمارشون به هم شباهت داره. حالا در این که وقتی ایرانی ها جای رو میگرفتن بردهداری نمیکردن و سطح کیفیت زندگی افراد رو باز حتی از یونانیان خیلی بیشتر دقت داشتن که بره بالا، مال یونانیان بد نبود، نه سطح زندگی رو می‌بردن بالا مال افراد. ولی مال ایرانیا تمرکز کامل دولت رو بالا بردن سطح زندگی فردی بود. اوکی، یه فرقایی هم اینجا هست. ولی یه مخرج مشترک 70 80 درصدی با هم دیگه داشتن. ولی مخرج مشترکشون با مافیا یا با آمیب اسلام کمتر از 2% بود. درسته. این یکی اصلا میگه اون با باهوشای جامعه میخواست یه ارتش مکانیکی مدرن درست کنه که به وسیله صلاحیت در تجهیز و فرماندهی و از این از اول بنیاد رو صلاحیت و توانایی گذاشته بود. این یکی میگفت آقا لات و لوتا کجان؟ اینه برای من جمع کنید، هرچی لات واسه من جمع کنید. من با لاتا فقط میخوام برم سر ببرم، تجاوز کنم، سر ببرم، آمی به دیگه. این افراد ما گمان نکنیم که چون هر ارتشی یه جای رو میگیره یه مقدار به فرمانده لشکر خوشم تویول و اینا میده این یه شباهتیه. اصلا اون یه شباهت 2%ه، 2% بیشتر شباهت نیست. موضوع اون 90% اینه که تو به چه هدفی داره اصلا پخش میکنی این غنایم و چه جوری اصلا پخش میکنی؟ از برداشت تولیدات پخش میکنی یا اون چیزی رو که هست فقط مثل آمیب میخوری پخش میکنی؟ غنیمتی که اون درکی از که اسلام از غنیمت داره. درست. و حالا این ما وارد این بحثم نشیم. لب داستان اینه که الان پرسش پدید اومده که آقا پس از 1400 سال که دیگه همه چیزا با اسلام آزمایش کردیم، بهترین شیوه های اسلام هم خود ما ایرانیا ساختیم، اول معتزله رو کوشش کردیم که اصلا به کامش ننشست چون با ساختارش اون سیستم منطقی و اینا اصلا کاملا ناسازگار بود، بعد بازم یه مدل یه خورده شیک ترش که همین تشیع کلاسیک بود اونو آزمایش کردیم، این مسئله دادگری و اینا رو مثلا به عنوان اصل فراتر که به اصول اسلام بهش پیوست دادیم، امامت هم در حقیقت آوردیم. اگه نظر من میپرسی که از همون خلیفه بازی و پیامبر بازی و لاتولوت بازی عربی بیایم بیرون، امامت در حقیقت تزریق درک مثلا فرمانده دارای فره ایزدی به ساختار اسلامی بود. اونم یعنی شیکش کردیم، یه خورده شیکش کردیم، واقعا کوششمون کردیم. هر دری ما با این رفتیم این انقدر ذاتش مسمومه و بده نشد. یعنی فره ایزدی رو هم تو اون ظرف ریختیم، خود مظروف هم به ابتذال امامت رسید. اثر میکنه روش. اثر میکنه روش. آخر اثر میکنه روش. البته آدم باید به قول فرنگی ها میگن بذار کلیسا تو ده بمونه. یعنی بذار واقعیت هم سر جاش بمونه که همین امام مدل امامایی که ما داریم اینا بالاخره بازم شیکترن تا مدل امامای سنی که اونا درست میکنن. مال ما همین آقای خامنه‌ای خودمون اینا هر کدوم یه ایمانوئل کانتن مثلا در مقایسه اون آقای بغدادی. سر جاش آدم باید حقیقت، یعنی آخر همون تزریق فره ایزدی یه اثراتی هم کرده. ولی اینجوری بگم، ما با وجود اون همه تزریق فره ایزدی و خرد و دادگری و چپ و راست و اینا آخرت تو این نتونستیم بیشتر از سیستم صفوی یا اینا بیاریم بیرون. و بعد پیامدش هم که آخر پهلوی با یه دلایل ویژه‌ای کار نکرد، اصلا این فاجعه رو برای ایران پدید آورد به سطح ایران. و
ولی ما متوجه شدیم که هر چقدر ما شیکش کردیم و درستش کردیم، واسه ما ایرانیا بعد کمه. ممکنه همین برای یه عرب یا یه ترکی بس باشه، ولی برای مایی که تو حالت نابش، حالت اون آیین زرتشت رو داشتیم و اون جهان نگری یا فلسفه ایران شهری رو داشتیم و نیمی از جهان رو کنترل میکردیم با اون شیوه ابرقدرت درجه یک جهان، برای مای این دیگه یه خورده اسلام شیعه شده و یه خورده شیک شده، این نمیرسه، این کفاف نمیده. بنابراین این اندیشه عمومی الان در مهتران پدید اومده، بیشتر و بیشتر توی 10-20-30 سال اخیر، روی همه از پس از انقلاب، تو برخی حتی از پیش از انقلاب، ولی پس از انقلاب سرعت که عذرشو میخوایم بخوایم. ولی وقتی که میخوای عذرشو بخوای، یعنی با همون شدت و حدتی که زمان صفوی خودمون رفرمش کردیم، یه ریستارت دادیم در حقیقت باش، ببینیم شاید کار میکنه، خب آدمونو برمیداره. کار نکرد، بعد 400 تا کار نکرد، الان دیگه کاملا عذرشو باید بخوای. ولی وقتی عذرشو داریم میخوایم، باز این پرسش به وجود میاد که آخه آقا این سیستم آمیب عجوب و غریب رو که در سرتاسر جامعه ام پنجه در میدرونه، یعنی ریشه میدونه و یه سیستم مافیایی فرا جامعه ای درست میکنه، چجوری عذر اینو بخوایم؟ میشه به این پیچیدگی رو. و این پرسش برای همه خیلی جالب شده، ببیشه که زمان پهلوی خواستن در اسپکتای عذرشو مؤدبانه بخوان. بله، یعنی زمان به اون شیوه که مثلا هممیهنای سکولار خودمون هم این دو زمانو دوست دارن. بگین آقا ما فقط میایم سیستم اوقاف رو از اینا میگیریم، دستیازیشون به آموزش پرورش و جای دیگر ازشون میگیریم، میگیم آقا برو توی مسجد اینا یه خورده دعا بخون، کار مردم کاری نداشته باشه اینها. و پیامدش ولی این اومد بیرون که اینا به جای که واقعا خودشون رو تطبیق بدن و با زندگی مدرن تطبیق بدن، رفتن در مساجد سنگر گرفتن و طراحی کردن که چجوری ما برگردیم مثل سلول سرطانی و دوباره همه جا رو بگیریم. به عبارتی دیگه چنگ زدن فقط به دستاوردهای مدرنیته در یه جامعه اسلامی نمیتواند تضمینی باشه بر اینکه اینها بروند و در به اصطلاح فضای زندگی خصوصی و شخصیشون باقی بمونن و اجتماع و سیاست و فرهنگ و اقتصاد رو گرفتار افکار و اعمالشون نکنن. سرشت تئوریکش و مدل افرادی که جذب میکنه به عنوان هسته بنیادی کاریش نمیتونه اون زندگی رو بپذیره. بنابراین نیازی هست به برپا کردن یا ارائه کردن، برآوردن یک ایدئولوژی ایرانی دقیقاً که مثل آنتیبیوتیک این آمیب رو از تمامی جامعه بشویه. و بعدش ممکنه پس از اینکه با این آنتیبیوتیک رفتی سراغش، البته این آنتیبیوتیک از سکولاریسم فراتره. سکولاریسم میگه ما فقط خود دقت کنیم تو کار سیاسی دقت نکنه، اون بس نخواهد بود. اون میره تو بازگشتگاهاش، شروع میکنه از اونجا جامعه رو فقط مسموم کردن و منتظر فرصتش میشه. حالا مانند آنچه که در دوره محمد رضا شاه کرد، رفت درون مساجد شبکه ایجاد کرد، تبلیغات دقیقا کرد و طبیعتاً با بهره‌گیری از امکانات دیگری که بهش ارائه شد برگشت و یه همچین پاتک وحشتناکی زد به ایران. اینی که سکولاریسم تنهایی کار نمی‌کنه در موردش، آدم به بهترین وجه در خود کشور اروپایی می‌بینه. دیگه بهترین سکولاریسمو که اینا دارن که ما حالا یه شبه سکولاریسم داشتیم قبل از انقلاب. بله. الان مسلمانای عرب و ترکی که میان در اروپا زندگی می‌کنن، تقریبا این زندگی اروپایی رو که میبینن از نزدیک اصلا روشون اثر نمیکنه. این مطلب هم که به وسیله سکولاریسم یعنی شهربانی اینا، خب نمیذارن که اینا دقت کنن تو زندگی اجتماعی. مثلا نمیتونی یارو تو خیابون هر کسی که دید مثلا روسری نداره اسید بپوشه تو چهرش، دست کم هنوز نمیتونه. هنوز چون درصد مسلمان تو اروپا زیر 25% من به نظر من اون مرز کریتیکال خواهد بود، 20-30% اونجا 5 میاندازن که اصلا کل قدرت بگن دستشون. ولی تا موقعی که هنوز درصدشون زیر 20-25%، 30% این کار نمیتونن بکنن، شهربانی جلوش نمیگیره. درسته. بنابراین اینا الان در سکولاریسم پرفکت دارن زندگی میکنن و به اندازه سر سوزن در روح و روانشون اثر نمیکنه. بلکه به این فقط به عنوان یک سیستم غیر عادی نگاه میکنن که بالا سرشون برنهاده شده و جلوی اینا رو گرفته که اسلام رو بالات کامل زندگی کنن. و امیدشون اینه که به وسیله آوردن فرزند بسیار و ازدیاد جمعیت یه موقعی 5 افکنند و اصلا دوباره قدرت بگیرن دست رو به اونجوری که دوست دارن پیاده کنن. بنابراین این سکولاریسم پرفکت اروپایی روی اینا اثر نمیکنه. حالا چه برسه به شپ سکولاریسم که همیهنان سکولار ما میخوان در ایران پیاده کنن. آمین.
خود منم در حقیقت از دوست آشنای اونا هستم و نهایت کمکم بهشون میکنم اگه جایی بتونم که اون سکولاریسم اونجا پیاده بشه. من فقط عرض من اینه که اون بس نخواهد بود 100%. فقط عقب نشینی میکنی با اون سلول های سرطانی، یعنی تو اگه مدتی هم بتونی اینو از فضای جامعه بیرون کنی، چون در درونش از نظر تئوریک نمیتونه بپذیره این زندگی دیگر رو، اون زندگی مافیایی رو از ته دلش میخواد. درست. این فقط عقب نشینی میکنه به اون سلول ها، اونجا بازگشتگاهشه، خودشو سمیتر میکنه، خشمگینتر میکنه، منتظر فرصتش میشه که دوباره بیاد بیرون یه روزی. و بعد حتی اگه از اون سلول هم فعلا نتونه بیاد بیرون، یه چند مدتی زمان پهلوی 50 سال نتونست، بله، وقتی نتونه بیاد بیرون یه کار حداقل میکنه. جهان نگریش چون ضد تولیدی و ضد دانشیه، دست کم جلوی پیشرفت صنعتی کشور میگیره. بله. من چیزی که خیلی اوقات به دوستان سکولار خودم میگم، اونا که ببین ایمان دارن که با اونش مشکل حل کرد، نه که میگن فعلا حالا به اون وسط راه بد نیست، بلکه میگن تمام شد کرد. میگم آقا اصلا گیرم ایران سکولار شد، مگه مکزیک سکولار نیست؟ خب مکزیک یکی از عقب مانده ترین و کریه ترین کشور رو کره زمین برای زندگی. درسته. پس بنابراین ما گیرم سکولار شدیم و کریه موندیم. خب این چه کمکی میکنه به ما؟ وقتی شما سکولار شدی ولی یه بخش بزرگی از قومت به وسیله اون آموزش اسلامی، تربیت اسلامی، حرفای اسلامی در داخل خود خانواده، که حالا گیرم به داخل دولت هم نبرده، فقط همون تو خونه میشنه مثل پاکستان، بسه. وقتی این آدم ضد تولیدی و ضد دانشی بود و همش رو به آسمون بود یا دنبال غنیمت و غارت بود تو دلش، از ایدئالش، تو با این چه جوری میخوای یه جامعه صنعتی بسازی که با آلمان یا ژاپن پنجه درف کنه؟ تازه شهرام جان، مکزیک با وجود اینکه اشتراکاتی میان مسیحیت و اسلام هست، ولی به هر حال نظر سرشت آن چیزی که به عنوان دین جامعه مطرحه مسلمان نیست، و به هر حال مسیحیت با سکولاریسم نزدیکتره، به خاطر آره ویژگی‌های مسیحیت و خود آنچه که به عیسی مربوط میشه و حواریونش. ولی اسلام متعجبی که ایجاد حکومت کرده، قدرت سیاسی ایجاد کرده، جهاد کرده و بعد فرایضی بر مسلمان در حقیقت چیره شده، مثلا نهی از منکر، امر به معروف، اینا همش نشانه‌ای است که شما به عنوان مسلمان باید به خودت حق بدی در کار دیگران دخالت کنی و از حوزه زندگی خصوصی بیرون میره. یعنی حتی کار از مکزیک هم سخت‌تره برای یه جامعه مسلمان اگر بخواد که دقیقاً. من فقط مکزیک و نمونه اینو واردم که وقتی یه جای قانون اساسی خوب هست، سکولاریسم هست، به تنهایی باعث پیشرفت اونجا نمیشه. درسته. فرهنگ کشور وقتی نخواد پیشرفتو، پیشرفت پدیده میاد. حالا وقتی فرهنگ شما تو بخشای بزرگی از جامعه به وسیله آیین اسلام مسمومه، کدوم پیشرفت دیگه؟ و بنابراین ما در ایران ممکنه که سکولاریسم رو به عنوان ابزار میون راه لازم باشه که فعلا این آدم خورا رو از بخش دولت بیرون کنه. ولی ما در ایران یک بازستانی سلول‌های مغزی رو نیاز داریم. یعنی اونجا اون مسئله ضد ایدئولوژیه که شما گفتی، یا تو استعاره آمی به من، اون آنتیبیوتیکه که در سر تا سر اون بدن اون آمیبا رو میکشه، از بین میبره. بعد از اون دیگه اون آمیبه فقط عقب نشینی میکنه به برخی سلولای خیلی خیلی کوچیکی منور که مونده، که اونا هم به عنوان سیستمای سرطانی آدم بهشون نگاه میکنه و شهربانی و دادگستری ممکنه در تمام هزار سال آینده باید مراقبشون باشه. درست. یعنی اونا دیگه آدمای دیگه خیلی احمق و خیلی سادیست هستن که نمیتونی اونو ازش بگیری. یعنی ممکنه به کمتر از 3% جامعه دیگه فقط اون موقع باز پس نشینی کنه، ولی شما بدنه جامعه رو فهمید ازش پس بگیری با یه ضد ایدئولوژی. و اونجا فقط این مطلب که ما میخوایم حالا یه خورده بهتر زندگی کنیم و یه خورده میخوایم سکولارتر باشیم و یه خورده میخوایم مدرنتر باشیم، که هیچکدوم از اون عیب نداره، ولی برای این سرطان بس نیست، برای این آمیب بس نیست. تمام اون نیاکان ما هم که از بین رفتن آخر علیه این، چه در اون میدانهای جنگی اول که گیت شده بودن، این چه آمیبیه که صدها هزار نفری ریخته برای این ارتشهای ساسانی رو محاصره میکنه و اینا، که اول باید اونا رو میکشت از بین میبرد، بعد باید قیاما رو میکشت از بین میبرد، و با همین سیستم آمیبوارش و سرطانیش که همه رو محاصره میکرد و صدها هزار نفر آدمکش نو سازماندهی میکرد و میزد میکشت و اینها، افراد همینجوری گیج مونده بودن که این چیه، این آمیبه چیه، این چجوری کار میکنه اصلا. ولی بیرون کردنش، کلیدش داشتن ضد ایدئولوژی اون آنتیبیوتیکه، چون در سطح جامعه از مغز به مغز پخش میشه و هر کسی هر جا که هست در همون نقطه شروع میکنه علیش جنگیدن.
درسته. یعنی مثل یک ببینید اون ارتش ساسانی یا دولت ساسانی واسه این ازش شکست خورد، البته نباید حتما شکست می‌خورد، اگه از اون ضعف موضعی با رومیا نیامده بود با همون سیستم کلاسیک شریف اینا میشد. درست. ولی سیستم‌های کلاسیک علیه این سیستم‌های آمیبی یه نقطه ضعف دارن، اونم اینه که اینا چون یک سازماندهی کلاسیک و مکانیکی دارن که از مرکز سازماندهی میکنه با زنجیره دیسیپلین و فرماندهی و از این حرفا، وقتی اون مرکزش یه بار به یه دلایل شکست بخوره و بپاشه، بقیه دستگاه فرو میپاشه، چون همه امیدشون افراد سیویلی هم به اینه که اون نظامیای حرفه‌ای جلوی اینا رو بگیرن. و این خودش ولی آمی به اینه که عرض کردیم مثلا تو داخل زیست شناسی اصلا اسپشیالایزیشن نداره، اصلا تخصص نداره، این مثل یه موجودی که خیلی عقب مانده مونده، فقط زود رشد میکنه و زنده‌زنده میخوره. شاید یعنی ویژگی که حضور اسلام به شدت با صنعتی شدن و با ایجاد رفاه در جامعه ستیز میکنه، خیلی جالبه که ما تقریبا تو این بیش از حدود 50 کشور مسلمان یه روندی رو میبینیم که تایید کننده این در حقیقت مشاهده است. جهان اسلام جهانی است غیر صنعتی، جهانی است که در مورد تولید دانش، تولید حکمت، کلن تولید اندیشه بسیار 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 پایینه و شاید صده های طولانی است که در حقیقت درجا زده، حتی مصرف کننده خوبی هم نبوده، حالا تولید بمانه. دو زمینه علوم انسانی میگم، تو زمینه مربوط به علوم فنی و تکنولوژی هم که خب مشخص کجا قرار داشته و داره. کشوری مثل پاکستان، مثل بنگلادش، برخی از کشورهای افریقایی که مسلمان هستن در دقیقت یک وضعیت اسفباری از صنعتی نشدن و رشد نکردن و توسعه نیافتن زندگی میکنن، با وجود یک خشونت بسیار بسیار عجیبی در سطح جامعه و در حقیقت رفاه نزدیک به صفر. کشورهایی که روی دریایی از نفت و منابع طبیعی خوابیده بودن مثل کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس، با بهره‌گیری از نفت به یک رفاه مادی رسیدن، ولی توسعه صنعتی رو شما مطلقا نمیبینی و هنوز که هنوزه اگر وجود کارشناسان و نخبگان فنی غرب نباشه، اینا سیستماشون همه لنگه. به عبارتی دیگر اگر نفت و گازی بوده یه چیزی دارن بخورن و بیاشامن و زندگی کنن، ریخت و پاشو بکنن، ولی تولید صفر. اگرم نفت و گازی نبوده که وضعیتش دیگه بسیار آشکار اسفبار و خرابه. این ستیز با صنعتی شدن در حقیقت برای ما هم همیشه به صورت یک استخوان در گلو باقی مونده. یعنی فردا اگر شما تکلیف ایران با این جریان مشخص نشه، با وجود این جریان نفت و گازی که ایران داره، با وجود منابع طبیعی دیگری که میتونه داشته باشه، حتی اگه برای دوره کوچکی سرمایه گذاری خارجی هم در ایران بشه، صنایع وارد ایران بشه، در حقیقت باز مانند اون اسب عصاری دور خودمون خواهیم چرخید و دوباره تجربیات تلخ گذشته رو تکرار میکنیم، به خاطر اینکه با سرشتش و با گوهرش اسلام هیچ باوری به مسئله آبادگری نداره و اصلا اصولا رفاه رو ارزش نمیدونه، در حالی که کلن دانش سیاست، تمام این حرکت ها، انقلاب ها در سطح جهان، رقابت های سیاسی، نسخه هایی که پیچیده میشه برای تدبیر امور جامعه، همش برای افزایش رفاه و آبادی است، در حالی که اسلام مدعی است یا دست کم آقایون مدعی هستن که نه، ابدا رفاه برای ما ارزش نیست و هدف نیست. و جالبه که خودشون جزء طبقاتی هستن، رده‌هایی هستن که در ایران در رفاه مطلق به سر میبرن با زندگی های لوکس، ولی شعارها همچنان برای مردم دربند بوده و هست. نه، اون چون سربازگیریش از افراد کم هوشه و افراد کم هوش هم که خب معمولا نمیدونم پروفسور جامعه که نمیشن آخر سر، شغل های خیلی خیلی ساده و فقیر رو معمولا آخر پیدا میکنن، چون از اونجا باید سربازگیری بکنه، این حرفا رو برای اونا میزنه تو سیستم مافیایی خودش. بعد یه مطلب دیگری که هست اینه که چون مسلمان ها با یک مقدار خیلی بزرگی از دروغ میتونن زندگی کنن، مثلا دروغ اشتباهش نگاه نمی کنن، دلایل بسیار داره که آنالیز کردیم قدیما، میتونیم بیشتر هم بکنیم. بنابراین برای اون محترم که خودش تو مافیا تو ارکان بالاست، خودش داره در میلیاردها قوطه بره، ولی برای اون پایین دستی این حرفا رو میزنه، اونم قرائتی نیست. مهم اینه که اون محتره که خودش این پایین دستی های فقیر و یا کم هوش رو لازم داره که دیگران رو بکشن، اون به دقت میدونه
که اگر سطح تکاملی جامعه از یه حدی فراتر بره، ارکان مافیایی خب فرو میپاشه. درسته. چون شما در یه سیستمی که سیستم های تولیداتی مدیریتی چیرگی دارن، که اون چیزی که شایسته سالاری خب پدید میاره آخر سر، در اون اسلام از بین میره. چون اون اپل اون به اخشار کمهوش و سادیست که من تو رو از مرتبت کمهوشی به سرلشگری برمیکشم، خب دیگه کار نمیکنه تو اون سیستمی که رو شایسته سالاری میگرده. درسته. بنابراین این خود اون خلیفه، خود اون امام، نمیدونم خود اون امامزاده یا هر چی که هست، مال ما فعلا ولی امر مسلمین، اون یکم چه خوشون دارن، اون خودش دقیقا میدونه که سطح تکاملی جامعه باید پایین بمونه. از خیلی دقیق این مطلب رو میدونه و اگه از یه مرز بحرانی بالاتر بره، تمام ارکان اسلام فرو میپاشه. اینو صحبتیه که عمر به روشنی به عمر وقاص کرده بود، که اون خونه رو وقتی رو سرش سوزونده بود، که وقتی اون کاخو ساخته بود، بله، سعد ابن ابی وقاص بخشید، سعد ابن ابی وقاص ساخته بود در فیسفون، بله بله، نزدیکاش جنوب شرقش بود، وقتی سعد ابن ابی وقاص اون کاخ رو ساخته بود و اون رو سرش خراب کرده بود، بهش گفته بود که من چند بار به تو گفتم اگه شما خون و زندگی درست حسابی بسازید و ما درست زندگی کنیم، اسلام از بین میره. درست. اینو تو یه جای دیگه هم بهش گفته بود، از یه نبرد دیگه همان کنم، سعد دوباره در سوریه، چون سعد یه حالت شبه اشرافی داشت، بله، اونجوری مغزش مثل نمیدونم زبیر و اینا خراب نبود. این از این نبرد دیگه هم توی سوریه برگشته بود، نمیدونم این بار با کی دست چپش بود، هر جفتشون لباس اشرافی تنشون کرده بودن، از این لباسای در حقیقت افسری که از رومیا کشته بودن گرفته بودن. بعد اونجا هم دوباره توی روایت دیگه عمر دوباره همین کولی بازی رو در میاره، شروع میکنه خاک تو سرش ریختن، سنگ کلوخ به سر اینا پرتاب کردن، مثل بوزینه این و پریدن، میگه چند بار بهتون گفتم لباس درست حسابی نپوشید وگرنه اسلام از بین میره. که اینا چرا شاد برای همین است که خیلی جمهوری اسلامی میکوشه که ابوذر رو، ابوذر غفاری رو به عنوان یک مسلمان نمونه مطرح بکنه، همیشه اونو مطرح میکنن، نمونه میارن، به دلیل اینکه رفتارش این گونه بوده که استخوان شتر در دستش بوده و هر کی مخالفت میکرده باش با استخوان تو سر صورتش میزده. یعنی دقیقاً اینو میپسنده. الان هم جمهوری اسلامی مرتب خیابان و میدان به نامش میکنه. شما نمیبینید میدان به نام مثلا حتی سعد بن ابی وقاص یا مثلا معاویه بن ابی سفیان میکنه که آدمهای میان مایه بودن، بلکه میره سراغ پسترین و مفلوکترین کسانی که میتونه به عنوان نمونه برای امت مسلمان مطرحشون کنه. ببین تو هر زمینه که خطر این یا نمود این باشه که سیستم داره خدای نکرده به سوی شایسته سالاری و پیشرفت میره، خود مسلمین معتقد میدونن که باید جلوشو بگیرن. چون این مطلبی که اول انقلاب اومدن گفتن که آقا تعهد از تخصص مهمتره، این یه چیز تقریبی نبود، این در حقیقت همون کاری بود که غزالی هم بعدن میخواست با معتزلینا بکنه که انجام هم دادن، همه معتزلیا رو کشتن، از مراتب دانشگاه رو همه نابود کردن، گسستن، سوختن، از دار آویزون کردن، چون میدونستن اون مدیران باهوش و اون ارکان شایسته سالاری رو باید تو از بین ببری، وگرنه سیستم مافیایی نمیتونه استیبل کار کنه. حالا بعد اون موقع دوباره اون پرسش پیت میاد که این چه نیازیه که اینا حتما باید سیستم مافیایی داشته باشن. خب اون حالت روحی افرادیه که اسلام جذب میکنه، چون آدم درست درمون که جذب نمیکنه که. درسته. جالبه شهرام جان، همچنان که معتزله رو سرکوب کردن و منهدم کردن به دلیل اینکه به عقل و به درایت و به شعور در انجام کارها باور داشتن، و پس از اونا با پدیده عرفان هم همین گونه روبرو شدن، یعنی اونها رو هم زدن فکشون رو شکوندن به دلیل اینکه نرم‌خویی و رواداری رو میخواستن در جامعه اسلامی معرفی بکنن، چیزی که اصلا اسلام باش کنار نمیتونست بیاد. البته مشکلشون با عرفان یک دهم مشکلشون با معتزله بود. درسته، کامل. معتزله اون پارادایم چینج کامل با بازگشت به روزگار ساسانیا بود. درسته، ولی همون رو هم نتونستن تحمل بکنن. حالا موزه تلطیف و اینا عرفان مشکل 10% بود نسبت به اون یکی. حالا بعد اون دوباره بهش برمیگردیم. فقط برای بار دیگه ما اون موقع اینو بیشتر میشکافیم، چون این بار نوبتش نشد کامل، که اون ضد ایدئولوژی که ما بهش میگیم ایران شهری نوین، تعریفش چجوریه؟ بله. و چگونه اون موقع علیه این جهان نگری اسلام مطرح میشه و بعد اونو اکتیولی، یعنی خودخواسته و کنشگرانه، مثل آنتی بیوتیک در سطح جامعه میسوزونه و بعد بیرون میکنه.
بسیار خوب، این مطلب مطلب مهمی است و حتما جستار برنامه آینده ما دوتن خواهد بود، ارائه ایران شهری همگانی یا ایران شهری نوین که چه نسخه است، چه ویژگی هایی داره، چه بنمایه ای داره. همیانان ارجمند برنامه های جنبش رنسانس ایرانی رو میتوانید اگر موفق نشدید در تلویزیون ببینید، در کانال یوتیوب ما ببینید، همچنان که برخی از برنامه ها اونجا هست که از تلویزیون پخش نشده و احتمالاً فراورده کارگاه تولید اندیشه ما در جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی است. اگر که به کانال یوتیوب ما رنسانس ایرانی بروید و یا بروید به تارنمای ما iranianrenaissance.com می توانید که اون برنامه ها رو ببینید، از جمله همین برنامه رو. اگر که براتون امکانش هست که به جنبش کمک مالی بکنید، لطفاً به تارنمای ما iranianrenaissance.com برید، چه با کارت اعتباری و چه با پیپل می توانید که همیاری بکنید، بتوانیم هزینه های ساتلایت پخش این برنامه ها رو بدیم. اگر که امکان مالی ندارید، حتما با به اشتراک گذاری برنامه های جنبش همراهی بکنید که بتوانیم پیام جنبش رنسانس ایرانی رو در میان هممیهنان پخش کنیم و گسترش بدیم. خیلی سپاس از توجهتون. شهرام خیلی ممنون. سخن آخر، یک 15 ثانیه فرصت داریم تا از هممیهنان خداحافظی کنیم. نه جز بدرود سخنی نیست دیگه، بعد بار دیگه ادامهش میدیم. بسیار سپاسگزاریم و شب و روزتون خوش.